محمدی او رو در امر قضاوت یاری میکنن. از این لحظه هم با سوت آقای کوپال ناظمی جدال همیشه حساس و تماشایی تیمای تراکتور و ذوب‌آهن در فولادشهر آغاز میشه. مهدی تیکتری 11 بازیکن گلچین آقای مصطفی دنیزلی برای تراکتور هستند. از همین ابتدای آغاز لیگ برتر به ردای بالای جدول میاد. موقعیت هست، رشید مظاهری اونجا توپو میگیره، همه عبور کرد و بدین شکل مظاهری در بین این همه بازیکن روی توپ اثر گذاشت. روی دروازه و ضربه سری که در تیر یک زده میشه و به بیرون میره. ببینیم در تصویر آهسته، این ارسالی بود که دژاگه داشت. حرکت به سمت دروازه ذوب‌آهن شه گرفته، میبرن در اون سمت، آفساید نیست، موقعیت داره تراکتوری ها، یه فرصت عالی، یه تک اونجا باعث میشه تا موقعیت از دست بره. افکای تراکتور خیلی خوب طراحی میکنه. این لحظه ای است که در آخرین لحظه نژاد مهدی بود که به هر طریق ممکن با کمک هادی محمدی از منطقه خطر توپو دور کردن. بیده ارسال روی دروازه، رشید مزاری در تیر دو توپو مشت میکنه، در صورتی که میتونست خیلی راحت بیاد توپم جمع کنه. نیمی است که انجام میشه و بدین شکل بدون مزاحمت بود مزاری و توپ رو رای اوت کرد. حالا به شکل ایسکایی میاد روی دروازه، یه لحظه مظاهری و برخورد بین مظاهری و بازیکن ذوب‌آهن باعث میشه تا خطا بگیره. منصوریان چقدر معترض به تصمیم داور مسابقه، یک کارت زرد هم منظمی میگیره. خطا رو گرفت و بازیکنان ذوب‌آهن این بار به این تصمیم معترض بودن. یک کدو موفق، فرصت برای بازیکنان تراکتور، فرصت هست و ضربه ای که اشکان دژاگه بود زد یا فورچونه. دوباره حدادی فر یه پاس در عمق، دوباره خود او با پای راست میفرسته توپ رو روی دروازه و موقعیتی که حالا از دست میره با حبیب زاده کوتاه قامت تیموری هست که تک زد. حدادی فر نر فرستاده در شرایطی که یک و دو موفق، فرصت برای عباسی حرکت آغاز کرد، فرصت، موقعیت برای باز شدن دروازه. جدیترین حرکت روبه جلوی ذوب‌آهنی ها با شوت منظمی و دخالت مظاهری از دست میره. درون دروازش رو ببینه رشید مظاهری، ببینی خوبم زد ضربه رو. ضربه کورنر ببینیم چگونه خواهد بود. روی دروازه موقعیت هست، از همه عبور میکنه، حالا میتونه یه ضد حمله برای ذوب‌آهنی ها شک بگیره. موقعیت هست، خطا برای فخردینی و این بار دیگه دست به جیب میشه. پرتاب انجام میشه روی دروازه، از هم عبور میکنه، موقعیت برای ضربه زنی و شوک سرکشی که حمید بوهمدان میزنه. توپ سرزرب زد و محکم، انصافا اگر درون چارچوب بود زمین مسابقه اومدن. یه حرکت دیگه، موقعیت، دریپ دو طرفه خیلی عالی از بوهمدان سرحال. شاید در این دقایق یک اخطار برای میثم تیموری که خیلی هم عصبی هست. بازی مسابقه این لحظه است که با یه تکل بلند توپ رو بیرون زد و به خاطر پرتاب آت بود که اعتراض کرد. یه پشت پای عالی درخشان با پای جام میفرسته توپ رو. چه موقعیتی در تیر دو، چه فرصتی برای ذوب‌آهن روی ارسال درخشان مر از دست رفت. یک و دو قشنگ ببینید با بیرون پای چپ فرستاد، چقدر راحت تر میتونست ضربه رو بزنه محمد رضا عباسی. جان بشه دوباره ارسال بلند توپ، نژاد مهدی یه بار دیگه، موقعیت برای باز شدن دروازه. قیچی برگردونه عالی از منظمی که یه خیلی به او اطمینان کنه رضا منصوریان در بازی های بعدی. اینم قیچی برگردانه خوبش دیگه، سوم پشت سر میذاره. حدادی فر میفرسته روی دروازه، موقعیت، پرچم کمک داور بالاست، نزدیک انجام شده. شجاعی توپ رو میفرسته به اون سمت زمین، یه موقعیت عالی، یه بار دیگه موقعیت به هر طریق ممکن. حالا منظمی است که میخواد حرکت بکنه، اونجا تیکتری توپش رو میگیره.
همه بازیکن تراکتور جلو کشیدن، توپ میاد روی دروازه، خطرناک هست و روی تاق دروازه بهزادی فرود میاد. خوب یه بازیکن میاد به استقبال سوگیتا، عبور میکنه، میفرسته روی دروازه، خطرناک هست، تو برمیگرده. حالا میتونه یه ضد حمله برای زوبانیا اتفاق بیفته که توپ دوباره میاد دست تیم تراکتور. موقعیت شجاعی، کار گره میخوره، ضد حمله برای زوباهن در دقایق واپسین مسابقه. یه پاس رو به جلو حبیب زاده، دو بازیکن در مقابلش هستن، خود حبیب زاده میخواد کورنر بگیره و میگیره کورنر، میاد روی دروازه، یه فرصت عالی، چجوری عرضه ده. ببینید این پشت پا رو زد بدین شکل، هیچ بازیکنی نبود که اثر بگذاره روی تو. میز بازی ادامه پیدا میکنه، موقعیت برای تراکتوری ها، موقعیت و توپی که میگیره بهزادی، ثانیه های بازی هم هست، توپ فرستاده میشه روی دروازه، دور میکنه توپ رو بهزادی و حالا سوت پایان بازی به صدا در میاد در همون 3 دقیقه. به نظر میسه هر دو مربی از این نتیجه هم راضی بوده باشن. تساوی بدون گل تیم‌های زوباهن و تراکتورسازی تبریز در پولاچه. تشکر از همه همکاران.